دو میهمان داریم از کانادا و ایران، خانم مرجان ربیعی مادر پگاه سفرپور از جانباختگان پرواز PS752 از تورنتو با ما هستند و سعید بدیعی پدر مهربان بدیعی از خانواده های جانباختگان پرواز از تهران با ما همراه شدن. بحث رو با شما شروع بکنیم خانم ربیعی. آنچه که بر شما در این دو سال گذشته تأسف و ابراز ناراحتی شاید براش کمترین چیز باشه، از زبان خودتون بشنویم در این دو سال که گذشت از اون فاجعه بر شما چه رفت؟ درود بر شما و بینندگان محترمتون. راستش این دو سال که بر ما گذشت اونقدر حجم این درد و غم و داغ سنگین هستش که زبان قاصر از بیان این حجم از درد و داغی هستش که ما درش قرار دارم. و امروز که روز جنایت هستش، این درد و داغ درونی وجود ما، آتش درون ما صد چند برابر شده و انگار برای من مادر داغدار دوباره و دوباره بچه‌مو ازم گرفتن و همون روز 18 دی 98 برای من دوباره امروز داره دوباره لحظه به لحظه تکرار میشه و من در آتش درونی در فراق دخترم میسوزم و به عنوان یک مادر داغدار عزیزترین داشته زندگی پگاه رو ازم گرفتن، نمیبخشم نه فراموش میکنم. ما خانواده های پرواز 752 ما غرامت نمیخوایم، خون بچه های ما قابل معامله نیست، ما فقط دادخواهی و افشای حقیقت و اجرای عدالت و محاکمه و مجازات عاملین و عاملین اصلی این جنایت رو خواهان هستیم. و این دو سال در واقع دو سالی بود برای من که هر لحظهش برای من جان کندن و دوباره زنده شدن بود در فراق دختر عزیزم بگاه و همچنان ادامه داره و این داغ و درد تا زمانی که زنده هستم با من هستش. خیلی متاسفم خانم ربیعی عزیز. و آقای بدیعی، شما امروز در مراسمی که در تهران هم برگزار شد حضور داشتید، به ما بگید که در اون مراسم چه گذشت و فکر میکنم که بر اساس مشکلی که هست خب ارتباطات با تهران ارتباطمون با آقای بدیعی قطع شد، با خانم ربیعی صحبت رو ادامه میدیم. خانم ربیعی، چقدر اقداماتی که جامعه جهانی انجام داده، پیگیری هایی که تا امروز انجام شده به نظر شما کافی بوده و چیزی بوده که به عنوان یک خانواده داغدار منتظرش بودیم؟ راستش ما اصلا راضی نیستیم از اقدامات جامعه بین المللی نسبت به این جنایتی که جمهوری اسلامی علیه عزیزان ما انجام داده و یک حالت سکوتی اینها دارن در مقابل این جنایت. ولی خب ما خانواده ها با تمام این وجود ایستاده ای محکم و از اون موضع خودمون پاپس نمی کشیم تا اینکه به هر حال اینها این دولت های که درگیر هستن در این جنایت و مجامع بین المللی رو وادار کنیم نشون بدن و همگام بشن با ما تا ما بتونیم که احقاق حق کنیم و عدالت اجرا بشه و عاملین و عاملین اصلی به پای میز محاکمه و مجازات کشانده بشن. آقای بدیعی، ارتباطشون با ما مجدداً قطع شده. آقای بدیعی، شما در مراسمی که امروز در تهران بود حضور داشتین، در اون مراسم چه گذشت و پس از دو سال که از اون فاجعه میگذره خواسته امروز شما چیه؟ با نام و یاد زبان، امروز دومین سالگرد این حادثه غم انگیز و فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری بود. جمعی از خانواده های داغدار در ساعت 6:18 در فرودگاه بودند و در اونجا مکان آخرین محل دیدار با فرزندان و دوستان و عزیزان خودشون که به سفر می رفتند رو گلباران کردند. پس از اون مراسم در شاهدشهر محل سقوط هواپیما ادامه پیدا کرد و عده بیشتری از خانواده های جان باخته در اونجا حضور پیدا کردند و همه یک صدا خواهان اجرای عدالت و برقراری عدالت هستند و در
قطعنامه‌ای هم که اونجا به هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی قرائت کردن همه این نکات رو متذکر شدن. حقیقتا من یه صحبتی با بینندگان دارم و اون این که واقعا درک بکنن یک خانواده هایی که در این فاجعه عزیزان خودشون از دست دادن، شاید بیش از 50 بار در روز مجبور هستن که گریه کنن و یاد این غم انگیزه و موجب این میشه که حالا ببینید مثلا در طی 2 سال وقتی یک فرد روزی 50 بار 60 بار گریه میکنه چه چیزی ازش میمونه و واقعا میشه تصور کرد که همه خانواده ها مستهلک شدن. منتها با همه این استهلاکی که وجود داره همچنان با عزم استوار به دنبال اجرای عدالت هستند و خواهان این هستند که عدالت در مورد اونها اجرا بشه. خیلی ممنونم از شما و متوجه هم که چقدر صحبت کردن از اون داغ براتون دشواره و ممنون که در برنامه ما حاضر بودین. خانم مرجان ربیعی، مادر پگاه سفرپور از تورنتو، و سعید بدیعی، پدر مهربان بدیعی از تهران. ممنونم از شما.